اندری رودنکو معاون وزارت خارجه روسیه امروز یکشنبه 24 نوامبر به خبرگزاری رسمی روسیه یعنی تاس این گفته است که روند حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های دهشت‌افکن روسیه جریان دارد. اما او به رسمیت شناختن حکومت طالبان را به حذف نام این گروه از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور ربط داده است. در همین حال نماینده ویژه چین برای افغانستان پس از سفر به برخی از کشورهای منطقه وارد کابل شد و در دیدارش با مقام‌های طالبان بر گسترش روابط میان چین و حکومت طالبان تاکید کرده است. تاکید که عرض کردم همکارم فوزی احسان در سیدیوس با شرح بیشتر. فوزی، جزئیات بیشتر از این دو رویداد در مورد افغانستان چی است؟ سلام. البته معاون وزارت خارجه روسیه گفته است تکمیل روند حذف نام گروه طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور به افزایش تعامل میان دو طرف به ویژه در زمینه روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور کمک خواهد کرد. او افزوده که صحبت در مورد موضوع به رسمیت شناختن مقامات فعلی افغانستان هنوز زود است و علاوه کرده است که بگذارید با تدریج و گام به گام عمل کنیم، اما گفت که قصد ایجاد وانه مصنوعی در این روند را ندارند. معاون وزارت خارجه روسیه گفت که کشورش در حال برداشتن گام‌های عملی تعامل با طالبان در مسائل دو جانبه است. روسیه از سال 2023 به این طرف طالبان را منحیث یک گروه تروریستی می‌شناسد، اما پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان مسکو روابط خود با این گروه را حفظ کرده و در این مدت سفارت خود را در کابل باز نگه داشته است. البته طبق طالبان با تاریخ 15 آگست سال 2021 بر افغانستان حاکم شدند، اما تا کنون هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. خب، جزئیات بیشتر در مورد سفر وزیر خارجه یا مقام نماینده ویژه چین در امور افغانستان چی است؟ عمده مسائلی که بحث کردن چی بوده؟ وزارت دفاع حکومت طالبان وقت روز شنبه با فرستادن اعلامیه به رسانه‌ها گفته که ملا یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت با نماینده ویژه چین برای افغانستان در کنار سایر موضوعات در مورد همکاری‌های اقتصادی، تحکیم روابط دوجانبه و سرحدات صحبت کردند. طبق این اعلامیه سرپرست وزارت دفاع طالبان همکاری و مشارکت چین برای افغانستان را مهم خوانده و تعهدات این وزارت به همکاری در زمینه‌های مشترک را تاکید کرده است. البته نماینده چین پس از دیدار با مقام‌های طالبان در پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفتگوها با مقامات طالبان را برای گسترش روابط و ادامه همکاری‌ها برای بازسازی افغانستان مهم خوانده. او گفته که چین خواستار روابط دوستانه و سودمند با افغانستان است. نماینده ویژه چین برای افغانستان همچنان با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست وزرای حکومت طالبان دیدار کرده و قابل ذکر است که نماینده ویژه چین در سفرش به پاکستان از افزایش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و ضمن تأکید بر حضور و فعالیت بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان از تهدیدی که از این ناحیه متوجه امنیت چین و دیگر کشورهای منطقه می شود هشدار داده است. اما طالبان در اعلامیه به نقل از عبدالکبیر گفتند که او به نماینده ویژه چین اطمینان داده که افغانستان برای هیچ کشوری به شمول کشورهای همسایه تهدید نیست. تشکر از همکارم فوزی احسان با شرح بیشتر در مورد این رویدادها در مورد افغانستان.